سلام، من هانیم، به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم برهامم و به اتاق 13 خوش اومدید. تمام سعی ما بر اینه که در پرونده هایی که بررسی میکنیم برای 90% سوالاتی که پیش میاد جوابی داشته باشیم. این پرونده را که یکی از شما عزیزان به ما معرفی کرده، من خودم توی این پرونده گیج شدم. بنابراین تصمیم گرفتم دست شما را هم بگیرم و ببرم داخل این پرونده تا همگی با هم گم و گیج شیم. بریم شروع کنیم. مورا در سال 1982 در جنوب بوستون به دنیا آمد و اونجا بزرگ شد. اون چهارمین فرزند از 5 بچه بود. وقتی که 6 سالش بود پدر و مادرش از همدیگه طلاق گرفتن و اون با مادرش زندگی میکرد. اما با اینکه با مادرش زندگی میکرد، رابطه بسیار صمیمی با پدرش هم داشتن. اونا معمولا آخر هفته ها رو میرفتن کمپینگ میکردن، میرفتن کوهنوردی، پیاده روی و حسابی با همدیگه خوش میگذروندن. مورا در دوره دبیرستان ستاره بسکتبال بود و در درساش هم خیلی خوب بود. اون جزو 5 برتر در مدرسه بود. همچنین در دوران مدرسه یه دوست پسر هم گرفت به اسم بیل. اونا هنوز که هنوز بود با هم در ارتباط بودن. پدرش میگفت که آدم خوبیه، پسر خوبیه، اما خواهراش زیاد از بیل خوششون نمی اومد و دوست داشتن که خواهرشون با بیل رابطه‌ش رو تموم کنه. مورا در فورتناکس که یکی از پایگاه‌های ارتش آمریکاست در رشته مهندسی شیمی پذیرفته شد و در اونجا مشغول به تحصیل شد. یک بار که همراه با سرپرستشون به یه فروشگاه رفته بودن، اون یه دونه لاک ناخن دزدید و خب در فروشگاه ازش گرفتن و به سرپرستش گفتن و دانشگاه بهش گفت که ما دیگه تو رو نمیخوایم، نه اینکه بهش حکم اخراج بدن، ولی بهش گفتن که بهتر از اینجا بری چون خلاف قانون عمل کرده بود و خب نمیتونستن اینو بپذیرن. اون از اونجا در اومد و رفت به دانشگاه موساچوست و در اونجا مشغول به تحصیل در رشته پرستاری شد. یه عده میگفتن که احتمالاً مورا شد از قصد این کارو کرده که از اون دانشگاه نظامی بیاد بیرون، ولی چند ماه بعد اون برای خرید پیتزا و فست فود از کارتای اعتباری دزدی استفاده کرد. خب مسلماً فهمیدن و به دادگاه کشوندنش، ولی به خاطری که سنش کم بود، 21 سالش بود، قاضی بهش گفت که اگر 3 هیچ جرمی مرتکب نشی اینو از پروندت حذف میکنیم. اتفاقا توی همین دوران یه عکس هم ازش گرفتن که به نظر من با عکسای دیگه‌اش خیلی فرق میکنه و یه کمی ترسناکه. شاید ترسیده شدم وحشت زده است، که شاید هم با مامور پلیس بحثش شده و از دستم رو ناراحت بوده. به هر حال قفش مثل همیشه نیست، زده کمی ترسناک میزنه به نظر من. ما تمام اطلاعاتی که در مورد مورا داریم قبل از ناپدید شدنشه. تمام اطلاعاتی که من بهتون تا اینجا دادم در مورد گذشته مورا بود که چیکاره هست، چیکار میکنه، خانوادش کیه. ولی از اینجا به بعد داستان به نظر من خیلی مهم میشه، چون ساعت شمار اتفاقهاییه که برای مورا میفته و همه چیز دست به دست هم میده تا مورا ناپدید بشه. در 5 سال 2004 مورا سر کار دانشجویش بود و داشت کارش رو انجام میداد که با تلفن شروع کرد به صحبت کردن. سرپرستش که اون شب پیشش بود گفت که مورا با تلفن حرف زد و به نظر می اومد که به هم ریخته و بعد که رفتم پیشش دیدم داره گریه میکنه و حالت طبیعی نداره. بنابراین تصمیم گرفتم که اونو به خوابگاهش ببرم تا استراحت کنه. به راه هر چقدر که از مورا سوال پرسیده که چی شده، حرفی نزده و فقط گفته خواهرم، یه همچی چیزی. بعدها خواهرش کاتلین و پلیس تاکید کرد که اون شب مورا با خواهرش تلفنی حرف زده. ظاهرا خواهرش تازه از کمپ ترک الکل بیرون اومده بوده و حالا شوهرش بوده، دوست پسرش بوده، پارتنرش بوده، هر کی بوده، اومده دنبالش دم در اونجا
و بعد اولین جایی که خواهرش رو برده یه مغازه الکل فروشی بوده. اونم عصبانی بوده، به مراد زنگ زده، با هم حرف زده بودن و خواهرش دوباره شروع کرده بوده به خوردن الکل و ظاهرا مراد برای همین ناراحت بوده. ما میتونیم که در 7 فوریه پدر مراد یعنی فرد موری وارد امهرست شد، یعنی شهری که مراد در اون دانشجو بود. ظاهرا ماشین مراد دیگه خیلی داغون شده بود و مراد احتیاج به یه ماشین جدید داشت. پدرش هم اومده بود به شهرش تا برای مورا یه دونه ماشین نو بخره. اونا صبح رفتن با هم یه ماشینی رو دیدن، اما ظاهرا پولش کم بود، 4000 دلار، و تصمیم گرفتن که دوباره هفته بعد پدر مورا بیاد و ماشین بخره. نهار هم با یکی از دوستان مورا و مورا رفتن نهار خوردن و بعد اومدن هتل و موندن و بعدش حدود ساعت 10:30 شب مورا ماشین پدرش رو قرض گرفت تا به یه مهمونی در دانشگاه بره. ما میدونیم که ساعت 2:30 شب از اون مهمونی میاد بیرون و ساعت 3:30 شب تصادف میکنه و این تصادف خیلی براش گرون تموم میشه، چرا که اون قضیه دزدی کارتای اعتباری توی پروندهش ثبت میشه و آینه شغلیش رو به خطر میندازه. اون بعدش میاد هتل و خیلی ناراحت بوده به پدرش میگه و حدود 10,000 دلار به پدرش خسارت وارد کرده بود. خب بعدش میفهمن که بیمه این پولو پرداخت میکنه. بنابراین قرار بود که مورا کارهای بیمه ماشین رو انجام بده تا خسارت رو بتونن بگیرن. فردا صبحش یعنی 8 فوریه فرد موری یه دونه ماشین کرایه کرد، دخترش رو به دانشگاه رسون و خودش هم برگشت به شهر محل سکونتش تا بره سر کارش و کاراشو انجام بده و همون شب یعنی 8 فوریه با دخترش تماس گرفت حدود ساعت 11:30 شب و بهش گفت که خب فرمهای بیمه رو پر کنی و قرار شد که فردا شب دوباره با هم صحبت کنن تا فرمهای بیمه رو با هم پر کنن که مشکلی پیش نیاد. اون کمی بعد از نیمه شب با کامپیوتر شخصیش که در خوابگاه داشته چند تا مسیریابی انجام داده. همچنین به دوست پسرش بیل هم یه ایمیل زده که در اون نوشته بیل من خیلی دوستت دارم. پیامهات رو گرفتم اما راستش رو بخوای حوصله صحبت کردن ندارم و فردا بهت زنگ میزنم. همین. همچنین مورا برای اجاره یه آپارتمان که سالای پیش همراه با خانوادش تعطیلات اونجا رو رزرو می‌کردن تماس گرفته، اما صاحب آپارتمان آپارتمانش رو به مورا اجاره نداده اون شب و راضی نشده که آپارتمان رو بده. اون یه سری وسایل و خرت و پرت که قبلا از دوستاش قرض گرفته بوده رو اون رو صبح برده پس داده، در صورتی که دوستاش گفتن احتیاجی نیست که اونا رو الان بیاری و ما لازمشون نداریم، ولی مورا تاکید داشته که اون رو صبح این وسایل رو ببره و بده. بعدش هم حدود ساعت 1:30 بعد از ظهر به یکی از سرپرستاش پیام میده و میگه که من یکی از اعضای خانوادم فوت کرده و احتیاج به 1 هفته مرخصی دارم، میخوام برم دیدنشون، در صورتی که ما میتونیم مراد دروغ گفته و هیچ کدوم از اعضای خانوادش فوت نکرده بودن. و بعد هم با هتلی در یه شهر دیگه تماس گرفته و صحبت کرده که اونجا اتاق رزرو کنه. محتوای تماس نامشخصه، ما نمیدونیم چی گفتن که در ادامه میگم که چرا این اطلاعات نامشخصه همه. و بعد هم این تماس حدوداً 5 دقیقه طول کشیده. بعدش به دوست پسرش پیام میده و دوباره بهش میگه که من بعداً بهت زنگ میزنم. همچنین یه سری لباس و لوازم بهداشتی و قرص ضد بارداری بر میداره و میذاره توی کیفش و میره آبربانک. ما میدونیم که کل موجودی حسابش که یعنی 280 دلار بوده رو از آبربانک میگیره و بعدش میره مغازه مشروب فروشی و یه سری الکل خرید میکنه، مشروب میخره حدوداً 40 دلار. بعدش رفت اداره بیمه، فرمهای مربوط به تصادفات رو گرفت و سوار ماشینش شد. اون روز هوا خیلی داغون بود به طوری که حتی کلاس هاشون رو تعطیل کرده بودن به دلیل طوفان، ولی مورا تصمیم داشت جایی بره که هیچ کس نمیدونه کجا میخواست بره. با هیچ کس در این مورد صحبت نکرده بود.
حدوداً 1 ربع ساعت 7 گذشته بود که صدای وحشتناکی به گوش یه خانم رسید. اون از پنجره بیرون رو نگاه کرد و دید دقیقاً در روبروی خونش ماشینی به درخت‌ها برخورد کرده و تصادف شده. اون با 911 تماس گرفت و گفت که یه تصادف اتفاق افتاده نزدیک خونم و من مردی رو میبینم که داخل ماشین داره سیگار میکشه و بعد تلفن رو قطع کرد. بعدها که با پلیس مصاحبه کردن این افراد، شوهر این خانم گفت که نه، مردی داخل ماشین نبوده، بلکه نور چراغ قوه گوشی بوده که شبیه به نور سیگار بوده در تاریکی شب. برای همین میگفت خانومم اشتباه کرده. هیچ وقت این دو نفر رو به مورد دو تا شاهد معتمد در نظر نگرفتن، چون که گفته هاشون با هم تناقض داشت. در همون موقع بود که یه راننده اتوبوس داشت از اون منطقه رد میشد که دید ماشین تصادف کرده. از ماشین پیاده شد و به دختری که اونجا واسطه بود که مورا بود بهش گفت که کمک احتیاج داری، حالت خوبه، حالت خوب نیست، که مورا رد کرد حرفشو. بعد راننده اتوبوس گفت که خب من میرم با پلیس تماس میگیرم. مورا گفت نه نه، اصلا این کار انجام ندینا، من خودم با حوادث جاده تماس گرفتم. ولی راننده اتوبوس میدونست که مورا داره دروغ میگه، چرا که اونجا در اون مکان هیچ تلفن همراهی آنتن نمیداد. بنابراین وقتی رسید خونهش بلافاصله با پلیس تماس گرفت و گفت که من یه دختری رو دیدم که تصادف کرده، صورتش زخمی نبوده، من خونی ندیدم، ولی حالش خوب نیست، یکم میلرزیده، نمیتونسته درست وایسه، تکیه داده بوده به ماشین و در هم و بر هم حرف میزده. حدود ساعت 7:46 پلیس در محل تصادف حاضر شد. اونها گفتن که در ماشین مورا قفل بوده، همچنین یه دونه دستمال داخل اگزوز ماشین بوده، شیشه جلوی مورا شکسته بود و همچنین یه سری لکه های قرمز هم وجود داشت که به نظر می اومد شراب قرمزه، شرابی که داخل ماشینش هستش. وسایل مورا بودش، لباساش بود، وسایل میکاپش، جواهراتش بود داخل ماشین. یک کتاب هم پیدا کردن که در مورد کوهنوردی در کوههای سفیده که نزدیک محلیه که مورا تصادف کرد، یعنی یک کتاب در این مورد تو ماشینش بوده و خب کیسای هواش پاره شده بود، ولی کارتای اعتباریش، تلفن همراهش نبود داخل ماشین و از اون زمان، یعنی از 17 سال پیش تا همین الان که من دارم این ویدیو رو براتون میگیرم، هیچ استفاده از این کارت ها و تلفن همراه نشده. بعدها پلیس گزارش داد تعدادی از مشروب هایی که مورا خریداری کرده بوده مفقود شده، یعنی اینکه یا مورا اونا رو با خودش برده یا کسی از تو ماشین از تو ماشینش برداشته. دقیقاً. و همچنین گفتن که مورا در زمان رانندگی احتمالاً مشروب مصرف میکرده، به خاطر همین بوده که نمیتونسته وایسه، شاید اصلا علت تصادفش همین بوده. یه سری شهادت ها هم وجود داره، مثلا یه آقای گفته که من داشتم رانندگی میکردم که یه خانومی رو دیدم داره کنار جاده راه میره و آدرسی هم که داده تقریبا 7 کیلومتر از جایی که مورا تصادف کرده فاصله داشته. اون در ابتدا تاریخش رو شک داشت که آیا این خانم رو هم روزی که مورا ناپدید شده دیده یا یه روز دیگه دیده. بعدها که سوابق کاریش رو چک کرد متوجه شد که دقیقاً همون شبی که مورا ناپدید شده اون همون زن رو دیده و حتی لباسهایی که برای پلیس شهر داده بود که اون خانم پوشیده بود با لباسهای مورا مطابقت داشت، ولی خب پلیس شهادتش رو قبول نکرد. بعد از حدوداً 1 روز از گم شدن مورا که دوست پسرش و پدرش وارد شهری که مورا تصادف کرده بود شدن، یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند و در اون کنفرانس پدر مورا گفت که مورا احتمال داره که خودکشی کنه. بعدها که ازش دلیلش رو پرسیدن گفت که الان نزدیک 30 ساعت داره از گم شدن مورا میگذره و پلیس هنوز نرفت
رفته دنبالش بگرده. آره بی‌سابقه بوده اصلا. دقیقاً. اصلا شاید رفته توی جنگل مست بوده، معلومه حالش چجوری بوده، شاید رفته تو جنگل که پناه بگیره، شاید اصلا یه اتفاقی براش افتاده. باید پیداش کنن. دقیقاً. چون هر چقدر که اضافه بشه به این ساعت، احتمال زنده بودن مراد خیلی کمتر میشه. در همون دوران بیل زمانی که سوار هواپیما شده بود تا به محل تصادف مراد بیاد، تلفنش روی پیغامگیر بوده و یه پیغام دریافت کرده بود از یه کارت اعتباری که به نظر می اومد یک نفر داره هق هق گریه میکنه و خب در اون دوران میگفتن احتمالاً این مورا بوده، هرچند که پلیس اون رو قبول نکرد و گفت نه این مورا نبوده. کلا پلیس در این مورد حرفی نمیزنه. جستجوی مورا دقیقاً 36 ساعت بعد از گم شدنش شروع شد و دیگه اعلام مفقودی کردن، گفتن که مورا به معنای واقعی دیگه گم شده. سگ‌ها رو بردن و سگ‌ها تشخیص دادن که مورا از جایی که تصادف کرده 100 متر پیاده روی کرده و از اونجا به بعد هیچ رایحه‌ای از مورا وجود نداره و این زن رو قوی‌تر می‌کرد که مورا احتمالاً سوار یه ماشین گذری شده، یا به زور سوار شده یا خودش سوار شده که از اون شرایط بیاد بیرون، با توجه به اینکه مستم بوده. چون اگر مورا رو میگرفتن احتمالاً دیگه نمیتونست درسش رو تموم کنه، باید زندان میرفت و جریمه خیلی سنگینی میداد. اون آقای راننده اتوبوس هم که خونش در همون مسیره، در زمانی که داشته تلفن صحبت میکرده به 911 زنگ میزده، ماشین مورا در تیررسش نبوده، نمیتونسته ببینه، ولی میگه که من چند تا ماشین دیدم که از اون مسیر گذشتن، احتمال داره که مورا سوار یکی از اونا شده باشه. در این جستجو از هلیکوپترهای استفاده کردن که میتونه سیگنال‌های حرارتی رو دریافت کنه، یعنی اگر مورا زنده بود و داخل جنگل بود میتونه تشخیص بده که مورا دقیقاً کجاست، ولی خب هیچ نشونه ای نبود، حتی یه دونه رد پا از مورا پیدا نکردن داخل جنگل، با اینکه 60 سانتی متر برف روی زمین بود و از زمانی که مورا گم شده بود هیچ برفی نباریده بود که بگیم برف رد پا رو پوشونده و هیچی نبود. هرچی بیشتر میگشتن کمتر پیدا میکردن. خلاصه این جستجو تموم شد و 10 روز بعد دوباره با سگ‌های جسدیاب برگشتن که مناطق رو جستجو کنن، به این امید که بتونن جنازه مورا رو پیدا کنن، چون هر چقدر که داره میگذره احتمال زنده بودن مورا خیلی پایینه دیگه، مثلا با اون برفی هم که اومده بود و سرما یخ زده احتمال زیاد. دقیقاً. اگر داخل جنگل بود یا مثلا به وسیله یه حیوان درنده دریده شده بود، باید یه لنگ کفش ازش میمون دیگه، لنگ کفش لباسی بالاخره، دقیقاً کوله پشتی هم راش بوده، ولی هیچی پیدا نکردن. دوباره 3 ماه بعد با 7 تا سگ برگشتن، ولی همینطوری که بهتون گفتم هیچ نشونه ای از مورا پیدا نشد. مثلا میتونی بگید انگار یه چیزی بود که دود شد رفت هوا، یعنی هیچ نشونه ای ازش نیستش. دقیقا. و اما سناریوها، سناریوهای مختلفی در مورد این پرونده وجود داره و چیزی که این پرونده را عجیب میکنه، هر سناریویی که وجود داره تمام شواهدی که نشون بده اون اتفاق ممکنه بیفته وجود داره، یعنی تو نمیتونی بگی کدوم سناریو درسته. توی پروندگاه دیگه که بررسی دقیقاً برای هر کدومش چند تا شاهد وجود داره، چند تا دلیل وجود داره. به همین دلیل ما سناریوهای اصلی که وجود داره، خانواده مورا تاییدش کردن و پلیس این پرونده این سناریوها رو تایید کرده، بررسی می‌کنیم و به شایعه‌هایی که وجود داره نمی‌پردازیم. سناریوی اول میگه که مورا احتمالاً خودش می‌خواسته که ناپدید بشه. در آمریکا هیچ قانونی وجود نداره که شما رو مجرم بدونه به خاطر اینکه ناپدید بشید. به خاطر همین هم میگن احتمال داره که مورا خودش خواسته که ناپدید بشه. دلایلی هم وجود داره. اول اینکه مورا در مورد این سفر به هیچ کس چیزی نگفته و حتی به سرپرست دانشگاهش هم دروغ گفته که داره میره. از اون مهمتر وسایلش رو هم بسته‌بندی کرده. نیم ساعت بعد از اینکه مورا ناپدید شده بوده، یعنی تصادف کرده و ناپدید شده بوده، یه خانومی ادعا میکنه که مورا رو همراه با 2 تا دختر دیگه‌ای که هم سن و سالش بودن اومدن الکل خریدن و به نظر نمی اومده هیچ مشکلی مورا داشته باشه.
بعدها پلیس این ادعا رو قبول نکرد و میگفت که این خانم اشتباه دیده و اصلا قابل اعتماد نیست شهادتش. یه نویسنده وجود داره به اسم جیمز رنر. این آقا بسیار پیگیر داستان موراه، حتی در این ارتباط یک کتاب هم نوشته. اون ادعا میکنه که مورا زنده است و به خواسته خودش ناپدید شده. اون میگه که مورا حامله بوده و احتمالاً پدر بچهش هم بیل بوده. ظاهراً در کامپیوتر شخصی مورا یه سری جستجو پیدا کرده بودن در مورد تأثیر الکل به بچه. به همین دلیل معتقده که مورا حامله بوده و اینکه اون نمیخواسته سرپرستی بچهش رو به بیل بده. میخواسته از بیل فاصله بگیره و بره برای خودش زندگی کنه. اما اینجا سوال پیش میاد، باشه از دوست پسرش میخواسته فاصله بگیره، حامله بوده، ولی چرا با خانوادش قطع ارتباط کرده؟ آره دیگه، چون اگه دوست پسرش مشکل داره یا خانواده دلیل نداره قطع رابطه کنه. جیمز اینجا یه چیز دیگه میگه، میگه که فشاری که فرد موری روی دختراش میذاشته بسیار زیاد بوده و جمله معروف جیمز اینه که اون میخواسته از مردهای زندگیش فرار کنه. البته از توی حرفای فرد موری هم میشه یه سری چیزها رو برداشت کرد. So please, kid, if you're listening to me, we can just bang away at this stuff the same as we do all the time until we fix it. Don't be afraid, please. اگه یادتون باشه بهتون گفتم مورا زمانی که ماشین پدرش رو قرض گرفت به یه مهمونی رفت. بعدان که اومدم با این خانومی که مهمونی رو برگزار کرده صحبت کردن و ازش خواستن که لیست مهموناش رو بده، اون حاضر نشد به هیچ عنوان لیست مهمونا رو بده و میگفت به خاطر ندارم، یادم نیست، هیچ اطلاعاتی نمیداد. تا همین الان، یعنی تا سال 2021، این خانوم هیچ مصاحبه ای انجام نداده، در صورتی که صمیمی‌ترین دوست مورا بوده. آقای جیمز رنر ادعا میکنه که احتمالاً اون یه مهمونی خداحافظی بوده که مورا از صمیمی‌ترین دوستاش کرده و بهشون گفته که آره بچه ها من دیگه حامله ام، من میخوام برم و اینکه خداحافظ. در سال 2014 چند نفر ادعا کردن که مورا رو در مونترال و کبک کانادا دیدن. تا جایی که ما میدونیم مورا داشته سمت شمال میرفته و حدوداً 11 تا دروازه مرزی وجود داره که مورا از طریق اون میتونه بره کانادا. در اون زمان هم فقط گواهی نامه میخواستن. یه عده میگن که مورا اگر خودش میخواسته ناپدید بشه احتمالاً به کانادا رفته. یعنی پس میتونه که سناریو حقیقت داشته. میتونه این سناریو حقیقت داشته باشه. ولی خب این خانمی که ادعا کرده بود که مورا رو دیده، آقای جیمز رنر رفت کبک تا با این خانم صحبت کنه. بریم یه تیکه کوچولو از این داستان رو ببینیم. اما اینجا یه نکته‌ای وجود داره. عکسی که جیمز رنر برد به اون خانم نشون داد، عکس 10 سال پیش مورا بود. یعنی اگر مورا زنده باشه و الان کانادا باشه 100% قیافش تغییر کرده. مگه میشه که قیافه 10 سال پیشش باشه؟ به نظر من فقط یه تشابهه. بعد هم اومدن یه سری عکسای خواهر برادرای مورا رو گرفتن، هم جوونیشون هم الان که مسن‌ترن، و عکس مورا رو هم گرفتن دادن به کامپیوتر و کامپیوتر چهره جدید مورا رو نشون داد که به نظر می اومد اینجوریه. وقتی که به این خانم اون عکس رو دادن نتونست تشخیص بده، میگفت که نه این زنی نیست که من دیدم. پس میتونه تشابه قیافه باشه. فقط یه تشابه بوده به نظرم، چون نمیتونی عکس 10 سال پیش یه نفر رو قبول کنی. از یکی از همکلاسی‌های مورا پرسیدن که آیا احتمال داره مورا حامله بوده باشه، چون توی سرچ‌های کامپیوترش یه سری سایت پیدا کردن که در مورد حاملگی سرچ کرده بوده و اون همکلاسیش گفت نه من فکر نمی‌کنم. ما یه درسی داشتیم مثل درس زایمان که باید یه سری کلمات تخصصی رو در می آوردیم و برای استادمون می فرستادیم اون شب. اتفاقا مورا شب قبل از ناپدید شدنش این تمرین رو انجام میده و برای استادش و بچه ها می فرسته. چقدر احتمال داره کسی که می خواد خودش ناپدید بشه
درسشو انجام بده، تکلیف دانشگاهشو انجام بده و بفرسته. و همین دلیل میگفتن که مورا حامله نبوده و از اون مهمتر توی ماشینش قرص ضد بارداری پیدا کردن که 4 تاش هم مصرف کرده بوده. کسی که حامله است که لزوم نداره قرص ضد بارداری مصرف کنه، اصلا لزومی نداره. ما اگه بخوایم فکر کنیم که مورا فرار کرده، باشه مورا فرار کرده، میخواسته از دوست پسرش فرار کنه، از پدرش فرار کنه، اما چرا نباید با خواهرش و مادرش ارتباط بگیره؟ مادر مورا 5 سال بعد از ناپدید شدن مورا، دقیقا روز تولد مورا فوت کرد و مورا میدونست که مادرش سرطان داره. مگه میشه که نخواد برگرده؟ از اون مهمتر مورا فقط $280 پول توی حسابش بوده. تو چجوری با $280 پول میتونی بری فرار کنی؟ باید یه جوری بشه اجاره کنی؟ به هیچ جوری بریم فقط خورده خوراک یه هفته است شاید. بعد تازه از 17 سال پیش تا الان یه نفرم تو رو نبینه؟ به نظر من که اصلا این سناریو نمیشه روش حساب کرد. اینا فقط به قول فرند مورینا تخیلات جیمز رنره. سناریو دوم میگه که پلیس احتمالاً مورا رو به قتل رسونده. در زمانی که مورا ناپدید شد، یک شاهدی وجود داشت که به شاهد الف معروف شد. این خانم که در سال 2017 مصاحبه کرد و هویتش رو برای همه آشکار کرد، گفته که در جایی که مورا تصادف کرده، اون همیشه اون جاده رو میره و میاد، میره سر کار و برمیگرده خونه. اون میگه که اون شب که من داشتم از اونجا رد میشدم، ماشین مورا رو دیدم. یه ماشین پلیس هم دیدم و یه ماشین پلیس دیگه که به 201 معروفه رو شاخ تو شاخ به ماشین مورا دیدم، که انگار دو تا ماشین با هم تصادف کردن. اون میگه که من دیدم اونا رو، ولی هیچ کس دیگه اونجا نبود. نه مورا اونجا بود، نه پلیس اونجا بود و نه هیچ کس دیگه. اون میگه که من میخواستم پیاده شم برم ببینم چه خبره، ولی بعد پشیمون شدم، گفتم خب ماشین پلیس اونجا هست، احتیاجی به من نیست، و رفتم خونم. تا همین الان که من دارم براتون این ویدیو رو ضبط میکنم، پلیس هیچ وقت در مورد این مسئله حرف نزده. وقتی بهش بگن که بیا اطلاعات بده، اول که میگه که نه، ما نمیتونیم اطلاعات بدیم چون این پرونده هنوز بازه و ما نمیتونیم اطلاعاتی رو عمومی کنیم. و بعد هم میگن نه، اصلا همچین ماشینی اونجا نبوده، نیستش، فقط یه ماشین پلیس اونجا بوده و بعد هم یه ماشین کمکی رفته. 17 ساله که از گم شدن مورا میگذره، شاهد الف هنوز حرفش رو تغییر نداده و میگه که اون شب یه ماشین 201 پلیس اونجا بوده و پلیس انکار میکنه. فرد موری هم یکی 2 سال بعد از اینکه مورا گم شد و پیدا نشد دیگه، از پلیس شکایت کرد به دادگاه و گفت که جزئیات پرونده رو نه با من به اشتراک میذارن، نه با وکیل من به اشتراک میذارن. من نمیدونم چه اتفاقی برای دخترم افتاده، من نمیدونم چه شاهد قابل اعتمادی وجود داره و من میخوام بدونم که سرنوشت دخترم چی شده. و متاسفانه دادگاه رو باخت و پلیس و دادگاه گفت که نه، پلیس حق اینو داره که اطلاعاتو به تو نده چون این یه پرونده بازه. سناریو سوم میگه که مورا در جنگل مرده. ما میدونیم که مورا مست بوده و شاید به خاطر همین نمیخواسته که با پلیس تماس بگیره و پلیس به اونجا بیاد، چون اگر پلیس میگرفتتش، من قبلا هم بهتون اشاره کردم، نمیتونست درسش رو تموم کنه و نمیتونست دیگه کار درست حسابی بگیره. یه خیلی چیز بدی توی پروندهش داشت. احتمال داره که نه جاده شرق رو انتخاب کرده نه غرب، بلکه جاده وسط جنگل رو گرفته و رفته اونجا، یا در اثر سرمازدگی مرده یا خوراک حیوانای دیگه شده. ولی ما میدونیم که سگ جسدیاب بردن اونجا، یعنی سر رخی ازش پیدا میشه. دقیقاً سگا میتونن که یه سیب خراب رو بین 1,000,000 سیب دیگه پیدا کنن، و یا حتی این سگای جسدیاب قادرن اسکلت آدمایی رو که قرنها پیش دفن شدن پیدا کنن. یعنی اگر مورا توی جنگل بود، حتما سگ پیداش میکرد. آیا اون که گفتن که احتمال داره مورا خودکشی کرده باشه و داخل جنگل مرده باشه، چرا که 5 بسته قرص خواب توی ماشین مورا پیدا کردن که یک بسته قرصش کاملا خالی بود
و من نمیفهمم که چه لزوم داره آدم یه بسته قرص کامل خالی رو به خودش راه ببره. به خاطر همین میگن که احتمال داره مورا اون رو خورده باشه و بعد مشروب خورده باشه و بعد خودش رو کشته باشه. ولی من فکر میکنم که اگر کسی بخواد خودش رو بکشه نمیره تکلیف مدرسه‌شو انجام بده. خودشم بالاخره سگا اونم باید پیدا میکردن مثلش. دقیقاً سگا بودونو پیدا میکردن. حتی به یه نفر میگفت که میخوام خودکشی کنم. بیشتر به نظر میاد که مورا ناراحت بوده و یه مدت میخواسته که فاصله بگیره و بره یه جایی استراحت کنه. سناریو چهارم و آخرین سناریو و احتمالاً اتفاقی که برای مورا افتاده. سناریو چهارم میگه که مورا احتمالاً سوار یک ماشین عبوری شده تا از اون صحنه دور بشه. ما میدونیم که سگ‌های جسدیاب فقط رایحه مورا رو تا 100 متر بعد از ماشینش پیدا کردن. اون احتمالاً سوار یه ماشینی شده، از اونجا دور شده و بعد کشته شده. یه آقایی بود که در سال 2004 یه چاقوی خونی رو آورد به فرد موری داد و بهش گفت که برادر من به نظر میاد در قتل دخترت دست داره. رفتارش عوض شده و من فکر میکنم دخترت رو با این چاقو به قتل رسونده. خب فرد این چاقو رو برد داد به پلیس و پلیس قبول نکرد و گفت که نه، ما این چاقو رو نمیتونیم قبول کنیم. دوباره با سماجت اومدن چاقو رو بهش دادن، گفتن بگیرید حالا آزمایشش کنید شاید دی ان ای مورا روش باشه و پلیس قبول کرد ولی نتایج رو منتشر نکرد. خب اونا اگه دنبال یه قاتلی بودن و پرونده باز بوده باید خب اینا رو بالاخره پیگیری کنن، یه خبر به خانواده‌اش بدن. اصلا اینو قبولش نکردن و بعد متاسفانه این آقایی که به برادرش شک داشت خودش فوت کرد و دیگه به مصاحبه و اینا نرسید. و جالبتر اینه که خونه این آقا دقیقا 1.5 کیلومتر با جایی که مورا تصادف کرده فاصله داره. فاصلهش هم خیلی نزدیک، آره دیگه کم بود نزدیک بود. در تمام این سالها فرد موری به این خونواده و به این خونه شک داشت ولی خب صاحبین خونه اون، یعنی اون آقای برادر، هیچ وقت اجازه نمیداد که فرد موری بره خونش رو بگرده و خب پلیس هم من نمیدونم چرا جلو نمیومد، چون میگفتن ما مدارکی علیهش نداریم و اصلا فقط جدی نمیگرفتن این مسئله رو. بعد بردن مثل این که زیرزمینش بتون ریختن و خب این فرد موری رو خیلی قلقلک میداد که انگار یه چیزیه اونجا. خلاصه این خونه به فروش گذاشته شد و فروخته شد و اون صاحبین جدید به فرد موری اجازه دادن که بیاد توی خونه رو بگرده. اسکنری که برد توی یک نقطه نشون میداد که اونجا جسد آدم خاکه و بعد با 4 سگ جسدیاب وارد خونه شدن. سگ ها دقیقا همون نقطه ای که اسکنر تشخیص داده بود رو تشخیص دادن و هی پافشاری میکردن که انگار اینجا یه چیزیه، یه جسدی وجود داره. و یکی از سگ ها رفت طبقه بالا و یه کمدی رو پیدا کرد که معتقدن که اونجا جنازه آدمی که بعد از مرگ بوده اونجا بوده، چون سگ ها اونجا رو تشخیص دادن. لکه های خون روی کمد وجود داشت، روی فرش لکه های خون وجود داشت و فرد موری اینا رو برداشت دوباره داد به پلیس و پلیس قبول نمی‌کرد اینا رو آزمایش کنه دوباره. یعنی کلا پلیس فقط لجات داشته که این کار رو انجام نده. اصلا خیلی آدمای عجیبه، قبول نمی‌کردن که اینا رو آزمایش کنن ولی خودشون چند تا تیکه رو برداشتن. در سال 2017 اینا آزمایش شد و تشخیص دادن که خون آدمه، یعنی اون دیوارا و لکه خون آدمه. حالا ولی نتونستن بگن که خون موری هستش یا نه، موری نه، مورا موری هستش یا نه. در سال 2019 بالاخره پلیس رضایت داد که اونجا رو بگرده و حفاری انجام بدن ولی هیچی نتونستم پیدا کنم به جز یه تیکه سفال که من یه کمی شک دارم مگه میشه سگ اشتباه کنه، اسکنرم اشتباه کنه، فقط یه تیکه سفال. 4 تا سگ دقیقاً. ولی به نظر نمیاد که دادستان یا پلیس بخوان در مورد این مسئله حرف بزنن. مثلا بعدها گفته شد که در سال 2005 یه کوله پشتی پیدا کردن که به نظر میاد کوله پشتی مورا بوده و پلیس به این شایعه جواب داد و گفت بله ما کوله پشتی رو پیدا کردیم ولی لزومی نمیبینیم در موردش حرف بزنیم. کلن همه چیز دارن مخفی کاری میکنن. همه چیز رو مخفی کاری میکنن ولی این هم باید در نظر بگیریم افرادی که در اون منطقه گم میشن خیلی تعدادشون زیاده. دقیقا 5 هفته بعد از گم شدن مورا
یه دختر دیگه گم شد که دقیقا مثل مورا بود، از توی ماشینش دزدیده بودنش، ماشینش یه جایی پیدا شد و خودش نبود و هنوز که هنوزه که داره تقریبا 17 ساله داره از اون موقع میگذره، هنوز جنازه این دختر پیدا نشده. و یه دختر دیگه بود که فکر کنم سال 1993 بود که 10 سالش بود و همراه با برادرش رفته بود خونه مادر بزرگ پدر بزرگش. برادرش برگشته بود خونه ولی دختر کوچولوه برنگشته بود، یعنی دزدیده بودنش و بعدها باقی مونده جسدش رو توی جنگلای اون منطقه پیدا کردن. یه دختر دیگه بود که 16 ساله بود و کار قلق نجات انجام میداد، اون رو هم دزدیده بودن و اسکلت هاشو در سر تا سر جنگل پخش کرده بودن که اسکلت هاش پیدا شده بود. یعنی احتمال میره که قاتل سریالی قاتلای سریالی بود. بعد یه چیزی که من خیلی برام عجیب بود که تاریخ تولد این دخترها همه توی یک زمانه و به نظر میاد که مثلا قاتل داره اینا رو انتخاب باشد، من دارم اشتباه میگم، ولی خب این سناریوها وجود داره و همه احتمال میدن که مراد احتمالاً به قتل رسونده. من فکر میکنم که سکوت پلیس در این مورد که اطلاعات نمیدن به خاطر اینه که پای یک قاتل سریالی در میونه، وگرنه چرا نباید هیچ اطلاعاتی بدن؟ یا اینکه پای خود مثلا یکی از افراد پلیس یا مثلا آدمای کله گنده پلیس شاید در میون باشه، نمیدونم. از زمانی که مورا ناپدید شده، خانواده مورا یه درختی که بهش تصادف کرده بود اونجا رو به عنوان یادبود مورا نگه داشته بودن و یک پاپیون رو بانان آبی رو اونجا وصل کرده بودن که متاسفانه در یک مارس 2021 یعنی همین چند وقت پیش این درخت رو قطع کردن که دلیلش هم مشخص نیست و خب برای خانواده مورا خیلی ناراحت کننده است که چرا این کار رو انجام دادن. و یه چیز دیگه که میخواستم بهتون بگم، ما توی ویدیوها به حقایق میپردازیم، به شایعه‌ها نمیپردازیم. مثلا در همین مورد پرونده مورا یه عالم شایعه وجود داره که ما نمیتونیم تشخیص بدیم که اینا راسته یا دروغه. نمونهش این ویدیوهایی که میبینید. آقا در سالگرد مورا اومد خودشون نشون داد، یه دوتا کیسه خاک هم نشون داد و به صورت عصبی میخندید و بعد میگفت که سالگرد مبارک مورا موری و ادعا میکرد که خب مورا رو به قتل رسونده. هرچند که خانواده مورا میگفتن که ما هر شایعی رو که هر بیماری رسانه ایش کنه و از شبکه‌های مجازی سوء استفاده کنه دنبالگیری میکنیم، ولی خب از این دست وجود داره. مثلا دوتا پادکستر هستن که در مورد مورا پادکست میسازن، ایمیل های تهدید کننده براشون اومده، یه لوکیشن براشون فرستادن که جسد مورا اونجا خاکه، ولی خب اینا شایعه است، نمیشه به شایعه ها پرداخت. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.